همکارم مرتضی کاظمیان در همین رابطه به ما پیوسته. یک نشریه کیلومترها آنسوتر از تهران کاریکاتوری چاپ میکنه که به مزاق جمهوری اسلامی خوش نمیاد و الان این طور داره فشار میاره که نشریه رو ببندید، سفیر رو احضار میکنه. گویا جمهوری اسلامی اصلا کلا با ذات رسانه مشکل داره. این بیانیه وزارت امور خارجه واقعا پرده برداری میکنه از همین وضعیتی که در ایران وجود داره، چه به جهت سیاسی چه به جهت وضعیت آزادی بیان. این که من اشاره کنم، اول این جالبه که خامنه ای رو نماد ارزش‌های ملی ایرانیان معرفی میکنه، یعنی یک توصیفی که بیشتر به طنز شبیه این خامنه ای چه نسبتی داره با ارزش‌های ملی ایرانیان. حتی اکثریت جامعه الان دارن علیه خامنه ای شعار میدن. چطور یک چنین فردی با این سابقه با این کارنامه تبدیل میشه به نماد ارزش‌های ملی ایرانیان؟ این نشون میده نگاه وزارت امور خارجه رو. اما یک بخشیش هم برمیگرده به همین نگاهی که به رسانه‌ها داره. اونچه رو که در این نشریه شالی ابدو منتشر شده به نوعی مخالف ارزش‌های انسانی و اسلامی میدونه و به دنبال اعمال فشار دولت فرانسه است برای این نشریه. چرا؟ چون فقط در همین 4 ماه گذشته بیش از 70 خبرنگار و روزنامه‌نگار عکاس در ایران بازداشت شدن و البته میدونیم که جمهوری اسلامی چه کارنامه‌ای داره در توقیف مطبوعات. با همون عینک خودش داره به دولت فرانسه توصیه میکنه برای برخورد با رسانه‌ها، در حالی که اصلا دو دنیای متفاوت وجود داره، دو دولت کاملا متفاوت در ایران و فرانسه و طبیعتا نگاه اونها به رسانه‌ها. و نکته قابل اشاره و غیر قابل اجتناب دیگه در این بیانیه وزارت امور خارجه همین تعطیلی مرکز ایران شناسی فرانسه در ایرانه، یک مرکزی که حدود 75 سال پیش هانری کوربن، فیلسوف، ایران شناس و استاد شیعه شناسی دانشگاه سوربن، این رو با ژان ژاک دومورگان باستان شناس معروف افتتاح کرد. مبنای کار این انجمن ایران شناسی به نوعی یک پیوند فرهنگی و تحقیق در حوزه تمدنی فرهنگی ایرانیان هستش. حالا وزارت امور خارجه میگه ما این انجمن رو میبندیم. خب اگر قرار بر برخورد سیاسی طبیعتاً باید سفیر فرانسه به نوعی احضار بشه، اخراج بشه و نه اینکه یک مرکز ایران شناسی فرانسه بیا توقیف شه. اینها همه نشون میده که چطور حاکمیت سیاسی فعلی در ایران مقابل ارزش‌های انسانی، ارزش‌های فرهنگی ایستاده و رویکردهای سرکوبگرایانه و تمامیت خواهانه داره. از جمله در همین و توقع داره که کشورهای دیگه هم همین رویکرد رو در خصوص رسانه‌های خودشون دنبال بکنن. واکنش فرانسه رو هم بهش بپردازیم. خیلی حرف‌های جالبی زده شده از اون سو که گفتن که خب رسانه‌ها اینجا برخلاف آنچه که شما تصور می‌کنید آزادن. چه پیامی تو این هست؟ ببین دقیقاً اونچه که فرانسه واکنش نشون داده، گزارش وضعیت رسانه‌ها، تغییر مواجهه دولت از جمله تفاوت قوه قضاییه در فرانسه و ایران هستش. دستگاه قضایی در فرانسه برخلاف ایران مزدور یک فرد یا نماینده نهادهای امنیتی نیستش، بازوی سرکوب نهادهای امنیتی نیستش، دستگاه قضایی مستقله، فراتر رسانه‌ها مستقلن. من اشاره کنم این نشریه شالی ابدو که کاریکاتورهای خامنه‌ای اینقدر الان برای جمهوری اسلامی برخورنده شده، همین شالی ابدو بدترین شاید به تعبیر جمهوری اسلامی و صریح‌ترین تندترین کاریکاتورها رو کشیده برای پاپ، برای ملکه انگلستان، برای اوباما، برای ترامپ و نه فقط مقام‌های ارشد کشور خارجی، رؤسای جمهور خود فرانسه، مکرون، سارکوزی، اولاند، تفاوتی نمی‌کنه. یعنی آزادی رسانه‌ها در فرانسه به گونه‌ای است که تندترین کاریکاتورها در رسانه‌هاش منتشر شده، از جمله و به ویژه همین شارلی ابدو. و خب به همین دلیله که فرانسه در رتبه بندی سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه 26 قرار داره از جهت آزادی رسانه‌ها و جمهوری اسلامی در کنار کره شمالی در قعر جدول رتبه 178 در بین 180 کشور. و اشاره کنم که فرانسه رتبه 26، یعنی هنوز هم جا داره برای بهتر شدن. و تفاوت آزادی رسانه‌ها در فرانسه و وجود دستگاه قضایی مستقل همون چیزی است که قابل فهم نیست برای جمهوری اسلامی. چرا؟ چون قوه قضاییه زیر مجموعه شخص اول نظام، بازوی سرکوب، تکلیف رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران مستقل هم مشخصه در این توقیف گسترده که در این سال‌ها دیدیم، بازداشت روزنامه‌نگاران و
مخدوش کردن اینترنت در ایران، یعنی حتی خبرنگاران مستقل، شهروند خبرنگاران و شهروندان عادی هم امکان دسترسی به گردش آزاد اخبار اطلاعات رو ندارن. به نوعی همون خواستهایی که الان مردم در خیابان فریاد میزنن، نظام قضایی مستقل، رسانه‌های آزاد و دو تا خواسته اصلی که هنوزم جمهوری اسلامی نه تنها نشنیده بلکه هنوز از کشورهای دیگه هم میخواد که اون رو دنبال بکنن. و این دو وضع که این چالش رو ایجاد کرده که طبیعتاً ریشه مشکل همون نگاه تمامیت خانه حاکم در جمهوری اسلامی. ممنون از توضیحات شما مرتضی کاظمیان، اینجا در استودیو همراه ما.